به نام ایران، به نام ایران، سرزمین سپنتایی که بر قوم تمدن جهان نور دانش و فرهنگ افشانی و کارمانده زندگی بشر رو اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک برگزید و با فراداشت مهرآمیزترین درودها به پیشگاه پرارج شما بینندگان فروهنده گران ارج و ورجاوند شبکه جهانی تلویزیون ایران آریایی، امید آرمان دارم در هر گوشه ای از این کره پهناور پر آشوب و متلاطمی که به سر میبرید تندرست بهروز بهکام و پیروز باشید. در برنامه پایه‌ای امروز همون گونه که در هفته پیش به شما عرض کردم، امروز به ادامه هفته پیش خواهیم پرداخت و خواهیم دید که چگونه گروهی از افراد مردم در هر لایه و فرازی که از علم و دانش و تجربه و آگاهی های گوناگون قرار داشته باشند، با این وجود دین خوب و خرافه پرست خواهد شد. ولی پیش از آن بلکی دو نکته اشاره خواهیم داشت. که نخواست این که امروز حتی نه امروز بلکه در تاریخ نوشته شده جهان ما با توجه به این که جهان ما دارای 4000 سال تاریخ نوشته شده است، 2000 سال پیش از میلاد مسیح و 2000 سال پس از میلاد، در این 4000 سال هیچ ایدئولوژی دیدمان
بیان پدیده بیش از پدیده دین در زندگی افراد بشر نفوذ نداشته است. و نکته جالب در این که بیشترین ساکنان روی زمین را باورمندان به ادیان ابراهیمی و یا سامی تشکیل میده. و باورهای متافیزیکی و دینی ادیان سامی بیش از هر دین و آیین دیگری در شکل دهی به اندیشه و منش افراد بشر مؤثر بوده است. و اون چی که مخصوصا امروز من در این برنامه میخواهم به اون اشاره داشته باشم این است که حتی اروپاییانی که با تئوری انتگریسم مخالف بودن، حالا من تئوری انتگریسم رو برای شما باز خواهم کرد، ولی اگر بخوام اشاره ای به تئوری انتگریسم داشته باشم، انتگریسم یک تئوری است که میگوید بشر برای اینکه زندگی مرفعی داشته باشد باید همیشه به اصول و احکام دینی تکیه داشته باشد و از مدرنیسم بپرهیزد. این تئوری حتی آن گروه بسیار ناچیز از یهودی ها، مسیحی ها و مسلمانانی که ادعا می کردن اصول احکام متافیزیکی و دینی را می توان با عقل و خرد نزدیک کرد، حتی با این عقیده هم مخالف بودم. البته اروپایی ها زمانی توانستن آقایی دنیا رو به دست بگیرن که خودشون رو از بند این تئوری رها کردن. به گفته دیگر اندیشمندان، پژوهشگران، فلاسفه و نخبگان فرهنگ اروپایی از سده 17 به بعد در برابر تئوری انتگریسم ایستادگی کردند و توانستند با جدا کردن حکومت از دین یک شبه به
پیشرفت‌های شگفت‌آور تکنولوژیکی، علمی و صنعتی و نهایتاً آقای دنیا دستیابی پیدا کن. نگاه کوتاهی میکنیم به دیدمان هر یکی از این ادیان ابراهیمی در رابطه بین حکومت و دین. و بدیهی است که در این راستا ابتدا باید سخن رو از یهودیت آغاز کن. در تمامی تورات سخنی از این که آیا سیاست بر دین برتری دارد و یا دین بر سیاست ارجح است مطلقا سخنی دیده نمی شود. تردید نیست که اگر ما بخواهیم تعصبات دینی و عقیدتی رو کنار بگذاریم، موسای کلیم که ادعای پیامبری یهودی ها رو میکرد، هدف او دستیابی به قدرت بود. و اگر کتاب مونوتئیسم و یا یک تاورستی زیگموند فروید بنیانگذار روانشناسی عصر حاضر را بخوانید، ببینید که موسی اصولا پیش از ادعای پیامبری یکی از کارگزاران سیاست و حکومت مصر بود است. که زمانی که متوجه میشه که من حالا فرصت نیست وارد جزئیات تاریخی بشم، ولی زمانی که موسی متوجه می شود که فرعون مصر بر فرعون جدید مصر بر خلاف فرعون پیشین یعنی امنحتب که بر اون بوده است که دین یکتا پرستی در مصر وجود بیاورد، موسی که در اون زمان فرماندار یک از ایالات مصر بوده است، تصمیم میگیرد به اتفاق پیروانش از مصر خارج بشه و این مسافرت خروج و مهاجرت موسی و پیروانش از مصر به کنعان هست که این رویداد مسافرت 40 ساله ای را که در تورات ذکر شده است به وجود آورد. بنابراین در یک جمله نتیجه میگیریم
که در حالی که موسی از مقام سیاسی به این مسافرت پرداخت، هیچگاه نگفت که مانند عیسی، مانند عیسی مسیح، هیچگاه نگفت که ما را با حاکمان کاری نیست. موسی اصولا فرضیش این بود که این رسالت الهی و آسمانی است که باید بر نظام امنیتی و یا حکومتی افراد بشر کنترل و نظارت داشته باشه. و بعد میرسیم به عیسی مسیح که یک یهودی بسیار مؤمن ولی اصلاح طلب بود و گفت ما را با قیاسه کاری نیست، اون چرا که حق ماست به ما و آن چرا که حق قیاسر است، یعنی قیصرها، یعنی حاکمان سیاسی و حکومتی، به آنها بده. بلی امروز در 2014 سال میلاد مسیح میبینیم اگر نه در ظاهر ولی در باطن هنوز مسیحیت با سیاست اون چنان پیوند خوردن که حتی در این زمان یعنی در عصری که در حدود 500 سال از روشنگری اروپاییان در جدا کردن حکومت از دین می گذرد، هنوز ببینیم حتی در مسیحیتی که رهبر این دین آشکار اظهار داشت که ما را با قیاصر کاری نیست، هنوز دین و حکومت باید دیگر پیوند خورده است. من برمیگردم به این موضوع، ولی اجازه بدید اشاره هم به اسلام داشته باشم. اسلام از این نقطه نظر تافته ایدئولوژیکیه به گونه کامل متفاوتی از مسیحیت است. اگر میخواهید رابطه بین حکومت و دین رو در اسلام درک کنید، پیش توجه بفرمایید، گوش بدید به حرفایی که آخوند روح الله خمینی زد. گفت اگر مصالح حکومت اسلامی
ایجاب بکنن. ما حتی می توانیم و باید اصول و احکام قرآن رو نادیده بگیریم. یعنی در اسلام اصول احکام دینی این وسیله، بهانه و آلتی برای کسب قدرت هست. در فرهنگ زبان انگلیسی اصطلاحی هست میگوین might is right، یعنی قدرت هست که حرف آخر رو در دنیا میزنن، نه این که right is might، یعنی این درستی و راستی و عدالت انصاف است که حرف آخر رو میزنه. اسلام میگوید might is right، این قدرت است که باید حرف آخر رو بزنه، برخلاف گفتارهای فلسفی و فلاسفه که میگوین right is might، این درستی راستی عدالت و انصاف است که باید بر جهان حکومت. عصر روشنگری در اروپا از سده 17 هم آغاز شد. و در حالی که در قرون وسطا این امپراتوران مذهبی بودن که بر اروپا حکومت میکردن و البته شما عزیزانی که به عرایز من گوش میدید به خوبی با جنگ های 30 سال اروپا، جنگ های صلیبی و اون همه کشتار و کشتاری که کاتولیکا از پروتستان ها، پروتستان ها از کاتولیکا و سایر فرقه های مسیحی نسبت به دیگر مرتکب شدن به خوبی آگاه هست. در قرون وسطا گاه اتفاق می افتاد که امپراتورانی که و یا پادشاهانی که قدرت را در دست داشتن کلیسا رو زیر کنترل داشتن و گاه اتفاق می افتاد که این پاپا بودن که امپراتوران و پادشاهان رو زیر کنترل خود داشتن. نگاه کنید به تاریخ فرانسه و نگاه کنید به شرح حال مانوئل دوم. ببخشید پوزش میخوام، بسیار پوزش میخوام. نگاه کنید به شرح حال هنری چهارم و یا هنری بزرگ. زمان او کاتولیک بود ولی انگار که متوجه شد
برای دستیابی به قدرت باید تظاهر به پروتستانیسم بکنه، خود را پروتستان معرفی کنه. و زمانی که باز قدرت حکومتی او در مخاطره قرار گرفت، باز دوباره کاتولیک شد. حالا تغییر دین این فردی که هنری بزرگ و اولین پادشاه بوربون در فرانسه در تاریخ ثبت شده است مهم نیست. آن چه که مهم است، بخوانید تاریخ، این آقای هنری چهارم نخستین پادشاه از خانواده بوربون در فرانسه این مدت 3 روز در شهر کانوسا که در اون زمان مقر پاپ بود روی برف های یخ زده 3 روز در پشت کاخ پاپ در کانوسا انتظار می کشید که پاپ او را بپذیره و حکومت او را مورد تایید قرار و این یکی از نمونه های جنگ بین سیاست و قدرت و یا دین حکومت در اروپای قرون وسطاست. ولی سرانجام دانشمندان، اندیشمندان و فلاسفه بزرگ اروپایی موفق شدند مردم اروپا را با حقایق آشنا کنند. این دین سالاران مسیحی به اصطلاح از خدایی که او را آفریدگار هنجار هستی می نامیدن بی خبر بودند، اونا را از اروپا به واتیکان برانند. و از آن زمان است که اروپا آغاز به پیشرفت های گوناگون علمی سنتی و تکنولوژی کرده است و آقای دنیا رو به دست گرفت. حال نکته اینجاست، آیا این 266 پاپ اعظمی که رهبری کاتولیک های جهان رو به دست داشتن، آیا به توصیه پیامبر خود که او را فرزند خدا می دانن آیا عمل کردن؟ آیا در زمانی که عیسی مسیح گفت ما رو با قیاسر کاری نیست، آیا براستی اونها از سیاست و حکومت دوری کردن و به امور دینی پرداختن؟ نگاه کنید
به سخنانی که 256 پاپ واتیکان آقای بندیکت 16 هم ادا کرد. پاپ پیش از او ژان پل دوم، ایشان سخت کوشش میکرد که با اسلام کنار بیاید، با اسلام آشتی کنه. ولی جانشین او بندیکت 16 در میان شگفتی تمامی جنبه های سیاسی و دینی دنیا، ایشان در یک سخنرانی که در دانشگاه راتیسمان در ایالت باویر کرد، سخنان مانوئل دوم را درباره اسلام بر زبان آورد و گفت اسلام یک دین غیر آسمانی، خود بشر ساخته شده است که به وسیله شمشیر وجود دارد. مانوئل دوم آشکارا اظهار داشت و گفت شما در سراسر قرآن نمیتوانید یک مطلب اخلاقی پیدا بکنید که این در راستای والایی ارزش‌های انسانی گفته شده باشه، بلکه تمامی سخنانی که محمد ابن عبدالله بر زبان آورد اینها همه در راستای گمراهی فرد بشر. این سخنانی است که مانوئل دوم بیان کرد. بخوانید کتاب تاریخ و نکته جالب اینجاست که آقای بندیکت 16 265 اگر من در پیش عرض کردم 256 پوزش بخوام، ولی به یقین 265 پاپ اعظم بوده است، سخنان مانوئل دوم را در دانشگاه راتیسمان در ایالت باوریا تکرار کرد و گفت مانوئل دوم در این باره به گونه کامل درست گفته است که در تمامی اصول و احکام اسلام و نوشتارهای قرآن مطلقا واژه‌ای که مبنی بر بالا بردن ارزش‌های اخلاقی و انسانی باشد یافت نخواهد شد، بلکه آنچه که محمد ابن عبدالله فردی که ادعای پیامبری اسلام را میکرد گفت، اینها همه برای
بشر گمراه کننده بود. حالا یعنی امروز در سال 2014 که ما در اون به سر میبریم 266 پاپ اعظم بر واتیکان حکومت میکنن و ایشان دوباره به اسلامگرایی روی آورده است. همین دیروز گذشته بود که آقای پاپ اعظم رئیس جمهوری کشور اسرائیل با آقای محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی را به حضور پذیرفت و برای ایجاد صلح و آشتی بین این دو گروهی که در حدود مدت 70 سال است یک دیگر را قصابی می کنند دعا کرد. و مهمتر از همه این که این نخستین بار بعد از 2014 سال بود که به وسیله که از بلندگوهای واتیکان آیه های قرآن قرائت شد. آیا چرا اون آیه های سوره مائده قرائت نشد که میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء؟ چرا این آیه قرائت نشد؟ آیه که میگوید ای مسلمان با یهودی و با مسیحی معاشرت نکن. اگر با اینا معاشرت کردی مانند همونها هست. چرا حضرت پاپ اعظم ایشان این آیه رو قرائت نکرد؟ چرا؟ شاید پاسخ چرا این باشد که اروپایی ها نخبگان اندیشمندان و فلاسفه اروپایی این حقیقت رو درک کردن که اگر فرد بشر بخواهد در این دنیا از رفاه نسبی برخوردار باشد باید دین از حکومت باید جدا شد. به خوبی این حقیقت رو درک کردم. و زمانی که این حقیقت تئوریکی به صورت اجرا در آمد متحقق شد، اروپا راه پیشرفت رو پیگیری کرد. ولی سیاستی که اروپا برای روابط خارجی خودش برگزید حکایت از تافته دیگری میکرد.
حکومت انگلستان به خوبی تشخیص داد که کیمیای وسیله‌ای که میتواند سایر کشورها رو مستعمره آن بکند دین و مذهب است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، زمانی که حکومت انگلستان میخواست ساختار جاسوسی خودش رو در خاورمیانه دوباره سازی کند، در تهران کنفرانسی تشکیل شد که سرپرستی این کنفرانس رو لورد ویول بر عهده داشت. بخوانید اسناد و مدارک تاریخی رو. در این کنفرانس بسیاری از افراد آگاه شرکت کرده و هر یک برای تقویت بنیان جاسوسی انگلستان مطالبی اظهار داشتن. و زمانی که همه این افراد آگاه عقاید خود را در این باره اظهار داشتن، لورد ویول گفت و ما نیروی دیگری برای تحقق هدفهای خود در اختیار داریم که شما به اونها اشاره نکردید. نیروی روحانیت شیعه‌گری است که قدرت آن از ارتش، از دربار و از حکومت به مراتب بیشتر است. نکته بسیار جالب این است که به قول آقای لورد ویول گفت و هزینه این نیرو برای ما به مراتب کمتر از سایر منابع قدرت مانند ارتش و دربار و همانند اونهاست. و در حالی که امروز ببینید دیگه در کشورهای اروپایی دین و باورهای دینی در اروپا و در آمریکا مطلقا در امور حکومتی و سیاست دولتی نفوذی ندارند، 266مین پاپی که بر مقر قدرت حکومت کلیسا در واتیکان تکیه زده است میخواد و کوشش میکنه برای صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها دعا بکنه. آیا یک فرد ساده اندیشی در این دنیا پیدا نمیشه که به این آقای پاپ اعظم بگویم حضرت پاپ، اگر رئیس جمهوری اسرائیل و رئیس حکومت خودگردان فلسطین به واتیکان نمیمدن، آیا خدا دعای شما را نمیشنید؟
های شما نمی توانستید در خدمت عبادت گذاری های خود چنین نیایشی را بکنید. بنابراین معلوم نیست ما تا چه زمان در چه زمانی باید به خدایی. بیسمارک از بزرگترین سیاستمداران دنیا که کشور نیرومند آلمان امروزی فراورده اندیشه های میهن پرستانه او بود و او توانست از ملوک و طوایفی های گوناگون و پراکنده و متعدد پروس کشور نیرومندی مانند آلمان امروز به وجود بیاورد. میگوید افراد عادی از اشتباهات خود پند میگیرند ولی افراد خردآگاه از اشتباهات دیگران پند میگیرند و ما حتی از اشتباهات خود در جایگاه افراد عادی هم پند نگرفتی. ما دستی از 5 سال پیش برای نجات کشورمان از یک آخونده روان پریشه آدم خاری که تاریخ تشیع نشان داده بود اینها در تمام دراندای تاریخ ما نسبت به ما خیانت و جنایت وزیدن دعوت کردیم که برای ما مجدآور رهایی نجات آزادی و رستگاری باشه. و پس از آن تا امروز مدت 35 سال ناچار شدیم زانوی غم در بغل بگیریم و به سور بنشینیم. اروپایی که اروپا و آمریکایی که امروز از موهبت‌های سکولر بهره می‌گیرن و در این کشورها حکومت به گونه کلی از دین جدا شده است، ولی می‌بینیم میراث استعمارگر اونها هنوز در خاورمیانه درست مانند 500 سال پیش مکانیسم عملی داره. در همین لحظه ای که اواخر ماه اواسط پوزش میخوام ماه ژوئن سال 2014 است و من از این میکروفون با شما سخن میگویم، همین اکنون در مهمترین فرودگاه کشور پاکستانی که بر پایه اصول احکام دین و مذهب به وجود آمد
امروز ساکنان این کشور که همه خود را مسلمان می دانند در همین لحظه مشغول ریختن خون یکدیگر می باشند. و البته اخباری که مربوط به کشت و کشتار عراق هست حتما بعض شما رسیده است. و شیره و جوهر این سخنانی که من امروز تا این لحظه برای شما عرض کردم این است که اگر براستی ملتی بران است که همای آزادی را در آغوش بگیرند و از زندگی آزاد بهره برداری کنند، باید دین و مذهب به گونه کامل از حکومت و سیاست آن ملت جدا شد. کاری که آمریکایی ها و اروپایی ها کرد. ولی تا زمانی که چنین نشود، این خونریزی ها، برادرکشی ها، آدم خاری ها، وحشیگری ها ادامه خواهد یافت. و این موضوع من رو وارد جستار برنامه پایه امروز میکنم با اون این است که چگونه افراد آگاه، دانش آموخته و تحصیل کرده اینها دین خوب و خرافه پرست میشن. من در این باره مقدماتی در برنامه پیش درز و آگاهی شما رساندم و امروز امیدوارم زمان برنامه اجازه بدهد که بتوانم این جستار را به پایان ببرم. و حال اگر زمان اجازه نداد، البته این موضوع رو و یا سایر جستارهای بایسته و متصل به این موضوع رو در برنامه هفته آینده پی خواهم. ولی اون چی که امروز شاید مناسب و بایسته باشد که درز آگاهی شما برسونم این است که اون چی که تا در حدود 150 سال پیش به اون توجهی نمی شد، این چگونگی عمل کرده
یا کار کرده بیولوژی سلول ها و یاخته های مغز در شکل دادن به اندیشه و منش افراد بشر بود. ولی در حدود 150 سال پیش دانشی به وجود آمد به نام دانش و یا رشته علمی سایکو فیزیکس. و این دانش سایکو فیزیکس بود که ثابت کرد چگونگی کار کرده بیولوژیکی سلول های مغز در منش انسان اصلی انکار ناپذیر دارد. و امروز ما این موضوع رو در راستای عقاید مذهبی افراد بشر به ویژه افراد دانش آموخته و آگاه بررسی و واکاوی خواهیم کرد. آخرین پژوهش‌های علمی نشان می‌دهند که مغز ما به گونه کلی دارای 200 میلیارد و یا 200 بیلیون سلول و یا یاخته است که در فرهنگ زبان انگلیسی به اون نورون میگوید. و این 200 میلیارد البته شاید مناسبت می داشت و از تو می رسوندم که زمانی بود که فکر می کردن مغز بشر دارای 30 الی 50 میلیارد سلول و یا یاخت است، ولی آخرین تحقیقات نشون می داد که مغز انسان دارای یک شبکه سلولی بسیار پیچیده 200 میلیارد است. و این 200 میلیارد سلول مغز بشر به وسیله 100 تریلیون سیناپس و یا اون چی که به زبان فارسی میتونیم مولک بگیم، اینا به هم اتصال پیدا کردن و با یک دیگر مخابره میکنم. البته من کوشش میکنم این بحث رو به گونه بسیار ساده برای شما عرض کنم. قوارد جنبه های علمی و تکنولوژیکی ویژه آن نخواهم شد. حالا این 200 میلیارد یاخته مغز انسان که میدونید زاینده منش، زاینده اندیشه و اندیشه تولید کننده منش انسان هست، این 200 میلیارد یاخته و یا سلول از نقطه نظر وظائف الاعضایی و یا مکانیسم عمل کرد
اینا به سه گروه تقسیم بشه. گروه اول رو به زبان انگلیسی افرنت یورونز و یا سلول های انگیزش ناپذیر نام نهادن. بسیار پوزش میخوام. افرنت یورونز و یا سلول های انگیزش پذیر. گروه دوم از نقطه نظر کارکرد سلول های افرنت یا افرنت نورونز و به زبان فارسی سلول های انگیزش ناپذیر عنوان گرفت. مثال بسیار ساده این است که زمانی که یک تکانه و یا یک پیام الکتریکی وارد بدن میشه، بیدرنگ وظیفه سلول های انگیزش پذیر هستن که این حس رو به مغز برسن و زمان که به مغز رسیدن مغز اونها را به وسیله سیناپس ها، اگر یادتون باشه اون 100 تریلیون وسیله ارتباطی، به شبکه سلولهای گروه دوم و یا افرنت مخابره خواهد کرد. اون وقت احساس بعدی که ما که در سیستم عصبی ما به وجود میاد این در نتیجه همین پیامیست که از سلول های درجه دوم وارد بدن ما شده. خب به همین دلیل گروه سلول های لایه اول رو سلول های حسی و گروه دوم رو سلول های حرکتی نامگذاری کردن، زیرا سلول های گروه اول احساس رو میگیرن، به سلول های گروه دوم میدن، سلول های گروه دوم اونها را به بدن حرکت میدن و برای بدن حسی رو به وجود میارن که اون حس نتیجه ورود اون پیام الکتریکی و یا تکانه و یا محرک به بدن ماست. و اما گروه سوم، گروه سوم که اینترنورانز و یا سلول های ارتباطی و یا میانجی نام گرفتن، اینها با کورتکس انسان یعنی اقشار عالی مغز رابطه داره. به عبارت دیگه اگر خواستی تفاوت بین حس
بررسی بفرمایید، اون وقت باید تفاوت بین عمل کرده دو لایه نخستین سلول های مغزی و لایه سپر رو به خوبی بدانید، زیرا تا زمانی که اون دو گروه نخستین از سلول های مغزی اینها وارد عمل هستند، انسان تنها حس میکن، ولی عمل درک هیچگاه انجام نمیگیر. حس عبارت از یک تکانه، یک پیام الکتریکی، یک انگیزش عصبی و بدنی است که در ساختار اون چی که به زبان انگلیسی Central Nervous System و یا ساختار عصبی مرکزی میگوین وارد میشه. ولی اگر این احساس به کورتکس یعنی اقشار عالی مغز رسید و مغز رو درک کرد و مغز او رو پذیرفت، اون وقت عمل درک انجام میگه. یا به گفته دیگر در انسان عمل یادگیری به وجود میاد، یعنی یه اثری در ساختار مغزی انسان بر جای میاد. پس ثبت میشه. حالا نکته این است که نتیجه این که این افرادی که شما میبینید اینها عناوین دکتری، مهندسی، پروفسوری، نویسندگی، پژوهشگری رو با خودشون به گردک میکشن، ولی اینا خرافه پرستن. اینها همیشه فکر میکنن که البته اگر با حسن نیت بخواهیم چگونگی مکانیسم مغزی اینها رو واکاوی کنیم، با حسن نیت، برای اینکه اگر یادتون باشه در برنامه پیش گفتم گروهی هستند که بسیار آگاهند و به خوبی میدانند اون چی که به وسیله اون تظاهر میکنن خرافاتی بیش نیست، ولی اینها خرافه پرستی و تظاهر به ایمان مذهبی رو یک نوع پوشش امنیت اجتماعی برای خودشون به حساب میارن. حالا این گروه رو اگر ازشون صرف نظر کنید و با حسن نیت ما فکر کنیم که افرادی هستن آگاه، باسواد، دانش آموخته، ولی خرافه پرست هستن. اینا افرادی هستن که کورتکس اینها احساسات اینها رو هیچ وقت نمیگیره. به گفته دیگر اینها، این دو گروه از سه
سلول‌های احساسی رو اینا از گروه سوم جدا کردن. اینا فکر میکنن گروه سوم یعنی اینترنورانس ها. اینا لزومی ندارد که درباره امور مذهبی با دو گروه نخست سلول ها رابطه ای داشته باشن. چرا؟ زیرا این افراد فکر کنن پدر و مادر آنها و آنهایی که همان گونه که اموال و دارایی های خود را به میراث برای اینها باقی میگذارن، همان گونه هم اموال و دارایی های ذهنی و غیر عینی خود را برای اینها میراث گذاشتن. همون گونه که یه فردی که برای مثال یک باقی را از پدر خود ارث میبرد، هیچ وقت فکر نمی کند که این باغ چگونه به وجود آمده است. پدر او یا پدر بزرگ او چگونه این باغ رو به دست آوردن؟ همون گونه هم درباره ایمان مذهبی و دینی و حقایق خرافات ذهنی این فرد هیچ وقت کورتکس و یا اقشار عالی مغز، البته اگر فرصت می بود توضیحی درباره کورتکس می داد، ولی اینا هیچ وقت اجازه نمیدن کورتکس اونها یا کورتکس اونها و یا اقشار عالی مغز از جمله خرد رو که از جمله خرد رو شامل هست هیچگاه لمس. در کنار این فرهنگ اجتماعی قرار دارد که خود عنوان مستقلی در رشته های علمی به خود بیچگی داده است، که البته اینها رو این موضوع رو من در هفته آینده برای شما توضیح خواهم. و این رشته عبارت از رشته ممتیکس خواهد بود که من در هفته آینده اون را برای شما توضیح از خواهم. از این که با ما بودید سپاس بیکران دارم. هدف این برنامه و سایر برنامه های پویا و آموزنده ای که از تلویزیون ایران آریایی میشنوید، ارائه یک برنامه تلویزیونی نیست، پر کردن یک برنامه نیست. هدف این است که ما برای رسیدن به حقیقت زندگی و علت و عواملی که ما را در آذرنگ در داور تاریخی امروز در بنبست اسیر کرده است چگونه باید راه گشایی بکنیم. خب در برنامه آینده من این جستار رو پی خواهم گرفت. امیدوارم اون چرا که این تلویزیون
برای شما انجام میدهد، با یاری های مالی خود شناسایی کنید و این تلویزیون رو از یاری های مالی خود محروم نکنید. این تلویزیون رو از آن خود بدان و یقین داشته باشید که این تلویزیون هیچگاه از امدادهای غیبی بهره‌ای ندارد. همان گونه که شما از جیبتون برای پر کردن باک بنزین اتومبیلتون استفاده میکنید که بتونید به هدف برسید، این تلویزیون رو هم از آن خود بدان. پیروز و بهروز و بهکام باش. صد آرزوگرم به سینه بمیرد چه با یک آرزو، رهایی ایرانم آرزو است. خواست سر و سمنم نیست